وارد بخش ادیشنال سیتینگز میشیم یعنی همون تنظیمات بیشتر و توی این صفحه ما عبارت دیولپر آپشنز رو داریم وارد دیولپر آپشنز هم میشم و توی قسمت توضیحات اگه یادتون باشه در مورد او ای صحبت کردیم که مربوط به بحث اف میشد و غیر فعال کردن اون اما اینجا ما با یک بخشی کار داریم به اسم می آنلاک استاتوس و پایینش هم نوشته چک ایف دیوایسز که وضعیت گوشی من رو نشون میده وارد این محیط میشم همون اول یک درخواستی برای من میاد میگه که شما وقتی که وارد این محیط میخوام بشین و گوشی رو آنلاک کنین پیش نیازش ساختن می اکانت برای گوشیه پس بر میگردم و می اکانت رو هم میبینیم که داخل گوشی من ساخته شده و اسم من اون جلو نوشته شده مجدد به محیط دیولوپر آپشنز یا محیط توسعه دندگان برمیگردم و وارد صفحه میانلاک استاتوس میشم و این تاییدیه رو با زدن روی اگری تاییدش میکنم همونطور که میبینیم بالای صفحه من نوشته گوشی قفله و گوشی ایمنه برای رسب رام روی این گوشی باید این گوشی رو آنلاک کنیم و مراحل کاری که باید انجام بدیم رو برای من اینجا نوشته این که حتما مطمئن بشم سیمکارت داخل گوشیه اینکه نت وای رو خاموش کنم و نت سیمکارت رو روشن کنم دیتا موبایل و اینکه روی عبارت اد اکانت بخش پایین بزنم با این کار می اکانتتون رو در حقیقت به سرور شیامی سینک میکنید من هم این کار رو انجام میدم نت دیتای گوشیمو روشن میکنم و روی اد اکانت میزنم همونطور که میبینین عبارت پرپیرینگ میاد آماده سازی میاد اکانت من رو آماده سازی میکنه هر زمان که عبارت کودنت ورتیفای رو دیدین یعنی این اکانت سینک نشده و نیاز داری که این کار رو تکرار کنی یا چند بار این کار رو تکرار کنین و یا گوشیتون رو از حالت می اکانت خارج کنین یعنی برگردین بخش می اکانت و یک دور ساین اوت کنین و دوباره ساینینگ شید یک راه دیگه هم توی بعضی از گوشی ها اینه که حتی قبل از این کار گوشیتون رو فکر و ریست بکنین نیاز به این کار هم بعضی وقت ها میشه تا این گزینه یعنی بخش اد اکانت برای شما باز بشه حالا با زدن روی اد اکانت می اکانت من سینک میشه به سرور مرحله بعد چیه؟ همونطور که اینجا لینک آبی رو میبینین لینک یک سایتی نوشته شده که نرم افزار آنلاک کردن گوشی های شیامی توی این سایت وجود داره بریم با هم دیگه این سایت رو بررسی کنیم و نرم افزار مربوط به این کار رو دانلود کنیم برای دیدن این نرم افزار من عبارت میانلاک لاک تول رو توی گوگل سرچ میکنم همین عبارت کافیه که دسترسی من به این نرم افزار رو بده می آنلاک تول البته سایت های ایرانی همین نرم افزار رو میذارن و دسترسی به این نرم افزار کار سختی نیست ولی وارد اولین سایت که سایت خود شرکت شیامیه میشم و همونطور که میبینین لینک دانلود نرم افزار رو هم برای من گذاشته اینجا نوشته دانلود می آنلاک مراحل ادامه کار رو هم برای من نوشته اینکه گوشیت رو میخوای اگه آنلاک کنی باید می اکانت گوشیت رو وارد نرم افزار بکنی اینکه گوشیت رو حتما خاموش بکنی و به محیط فست بوت ببری و اینکه ولوم پایین پاور رو برای این کار نگه داری و در نهایت گوشیت رو از طریق کابل به سیستم بزنی من اینجا روی می آنلاک میزنم البته چون نرم افزار رو دارم دیگه این نرم افزار رو مجدد دانلود نمی کنم بذاری نرم افزار رو براتون باز بکنم تا بررسی کنیم می فلش آنلاک نرم افزاری که من دانلود کردم همون نرم افزار می آنلاک توله و در حقیقت این عبارت بچ آنلاکی که اینجا میبینم این همون نرم افزار منه اجراش میکنم در حالت ادمین همونطور که میبینین نرم افزار هر چند وقت یک بار آپدیت هم میده آپدیت جدیدی الان برای این نرم افزار برای من اومده ولی برای اینکه به شما نشون بدم فعلا این نرم افزار رو آپدیت نمی کنم نرم افزار ساده فقط اینکه اول از همه گوشی رو باید تو حالت فست بوت ببرم برای این کار اول از همه اون رو خاموش میکنم کلید پاور رو نگه میدارم و روی پاور آف می زنم حالا با نگه داشتن ولوم پایین و پاور گوشی رو به حالت فست بوت میبرم این کلیدها رو نگه میدارین و بعد از چند ثانیه محیط فست بوت رو میبینین و این محیط برای نصب رام استفاده میشه برای آنلاک کردن گوشی هم استفاده میشه حالا گوشی رو توی همین حالت به سیستم وصل میکنم وضعیت سیستم من زمانی که قفله و حتی زمانی که آنلاکه توی این نرم افزار دیده میشه هر زمانی که ندیدین روی رفرش شکی دوباره اگه بزنین شرایط گوشی و وضعیت گوشی دیده میشه همونطور که میبینین الان تو قسمت بالا تو زبونه استاتوس نوشته شده که این گوشی قفل لاکه و مدل فنی سریال نامبر و اینها هم اینجا دیده میشه همونطور که میبینین قسمت پایین نوشته شده ساینینگ اینجا باید می اکانتتون رو وارد کنین البته اگه می اکانتتون رو یادتون نباشه یک سری راههایی برای بازیابی می اکانت هم میده مثل شماره تلفن یک جیمیل مشترک و یا خود می اکانت و حتی برای ریست کردن پسورد هم میتونیم از این صفحه اقدام کنیم یه مقداری صفحه با تاخیر بارگذاری میشه ولی وقتی که بارگذاری شد شما عبارت وارد کردن می اکانت رو این تو میبینید با وارد کردن میکان داخل نرم افزار شما روی عبارت آنلاک میزنید بعد از زدن روی آنلاک این پروسه آنلاک شدن گوشی 3 روز 5 روز تا 7 روز ممکنه طول بکشه و بعد از اون گوشی شما آنلاک بشه بعد از آنلاک شدن شما تازه اجازه این رو دارین که فکتوری ریست بکنین و بعد از اون بتونین با نرم افزار فلشر شیامی ها کار بکنین یعنی صرفا آنلاک کردن گوشی به این شکل نیست که شما فقط درخواست رو بفرستین و آنلاک بشه پروسه زمانی برای تاییدیه آنلاک طول میکشه و بعد از اون هم میگه گوشی رو فکتوری ریست بکن تا گوشی آنلاک بشه حالا پروسه بعد از این زمان رو با هم دیگه بررسی میکنیم که به چه شکلیه بعد از اینکه گوشی رو آنلاک کردین و تاییدیه اومد و بعد از اون هم برای تایید کردن آنلاک شدن گوشی گوشی رو فکتوری ریست کردین باید بیاین نرم افزار می فلش رو اجرا کنیم پوشش رو باز میکنم و برنامه هم به صورت پورتابل و اجراش میکنیم البته نرم افزار توی مرحله اول چون بهش فایل فلش ندادیم پیامی رو میده و درخواست فایل فلش میکنه اما برای اینکه کار رو راه بندازیم و این فایل رو نصب کنیم روی عبارت زبونه بالا نوشته شده درایور میزنیم با زدن روی درایور باید درایور های پیش نیاز نرم افزار رو نصب بکنیم یک درایور هایی رو خود نرم افزار میگه باید نصب باشه رو سیستم که با زدن رو اینستال این کار رو انجام میدیم و همه ای اونا اجازه نصب میدیم تا تک تک اونها نصب بشن و بعد از اون تازه میتونیم از نرم افزار استفاده بکنیم بعد از نصب درایور ها شما با زدن روی عبارت سلکت فایل فلشتون رو البته پوشش رو انتخاب میکنید اینو بدونین با زدن روی رفرش گوشی اگه متصل باشه عموما توی نرم افزار نشون داده میشه البته بعضی وقتا به خاطر اینکه گوشی آنلاک نیست شاید این وضعیت توی نرم افزار دیده نشه بعد از اون که پوشه فایل فلشتون رو حالا من اینجا مثلا یکی از این پوشه ها رو انتخاب کنم این پوشه نمایش داده میشه و فایل داخلیش رو میتونیم روی گوشیمون رو نصب کنیم البته ما سه تا سناریو برای نصب فایل داریم کلین all, save user data و کلین all and lock. اگه نوع فلش کردنتون رو حالت کلین آل باشه یعنی همه اطلاعات گوشی پاک میشه و گوشی فلش میشه البته گوشی آنلاک میمونه روی سیو یوزر دیتا بزنین اطلاعات کاربر پاک نمیشه و مجددا گوشی آنلاک میمونه اما اگه میخواین بعد فلش کردن گوشی مجدد به حالت لاک برگرده روی کلین آدن لاک میزنین و بعد عبارت فلش قسمت بالا رو میزنین و فایلی که انتخاب کردیم روی گوشی نصب میشه به این شکل ما میتونیم فلش شیامی ها رو به صورت فست بوت انجام بدیم پیشنهاد من اینه که اگه واقعا میخواین ریژن گوشی رو تغییر بدین بله از روش رایگانی که برای ما قرار گرفته یعنی درخواست از شرکت و آنلاک کردن گوشی و بعد فلش کردن استفاده کنین اما اگه واقعا تعمیرکار هستین و روی برند شیامی دارین کار میکنین سراغ باکس ها و دانگل هایی برین که شیامی ها رو ساپورت میکنن مثلا دانگل هایدرا که گزینه مناسبی برای کار روی گوشی های شیامیه توی این ویدیو سه تا از روش های نصب رام ها رو برای گوشی های شیامی انجام دادیم و یاد گرفتیم توی ویدیوهای آینده پکیج ها روش های دیگه ای رو هم با هم دیگه بررسی میکنیم پس نظراتتون رو به گوش ما برسونید طراحی تدوین و ارائه شده توسط مجتمع آموزشی پاد